بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات میکنم خدمت رفقای نازنینم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خانم ها و آقایان نازنین، خوش آمد بهتون میگم. کلاس دین و زندگی، کلاسینو، بزرگترین آموزشگاه آنلاین کنکور ایران. امیدوارم همه چیز خوب باشه. سلام رفقای نازنینم، سلام بر همه دوستان عزیزم. ببخشید یه خورده من حال و اوضاعم خیلی خوش نیستش و دلم نمیخواست بی احترامی بکنم و نیام سر کلاس، بر همین هر جوری بود خودم رو رسوندم، ولی خیلی اوضاع و احوالم خوب نیست و اینکه اومدم که یه خورده فقط جونم بهتون بگه که تا جایی که میتونم کلاس رو دنبال بکنم و اینکه خدایی نکرده مدیونتون نشم. رفقای نازنینم، همه عزیزای دل من، دم همتون گرم. مرسی رفقای نازنینم، قربونت برم. من نه چیز خاصی نیست، یه خورده حال بدی دارم که ایشالله خوب میشه. خوب رفقای نازنینم، دم همتون گرم. مرسی عزیزای دل من، ممنونم از محبتاتون. دیدم اصلا نیام نمیشه، اصلا دیدم نیام نمیشه، دلم براتون تنگ میشه، برای همین می اومدیم. و ولی امیدوارم هستم که خدا کمک کنه تا جایی از کلاس رو بتونیم حتما ادامه بدیم با هم دیگه. خب رفقای نازنین، ما تا جلسه گذشته تا آخر درس 4 با هم کار کردیم، دم همتون گرم. امروز میخوایم با هم دیگه ادامه بدیم و بریم و دونه دونه مطالبش رو با هم دیگه رصد بکنیم و جونم برای دیگه. آها آها فهمیدم مهدی، آخر درس 7 رو هم درس دادم. آره خوب شد گفتی. امروز با هم دیگه میخوایم درس 5 رو بخونیم و اون یه تیکه درس 7 که مونده. محمد بعد از سال 10 ما ترکیبی 11 و 12 رو با هم میبریم جلو. عزیز دلم سلام، ستایش دارم، خوش اومدی عزیز دلم. خلاصه کلام این که الان ما 10 رو میبریم جلو تا پایین تابستان، تا هر وقتی که با هم دیگه کار داشته باشیم. توضیح میدم ملیکا جانم، حتما توضیح میدم. سلام علیرضا جانم. و به 10 رو که در واقع به یه مقصدی رسوندیم، بعد دیگه 12 و 11 رو میکس با هم دیگه میریم. سلام فرناز جان، سلام سمان جان، خوش اومدید عزیزای من، خوش اومدید. خلاصه کلام این که عزیزای دلم، ایشالله که این جلسه ختم به خیر بشه و ما هم بتونیم کلاس رو ادامه بدیم. و جواد جانم، اعلام میشه بهتون که این جلسه جلسه آخر هست یا هفته بعد هم هستیم. اون چیزی که مهمه اینه که تا زمانی میاییم که خودمون و پیش وجدان خودمون راحت باشیم عزیز دلم. آره صدرا، تمام تلاش رو میکنیم که با آزمونا پیش بریم، فدات شم. البته آزمونا گهگاه منابعشون با هم دیگه متفاوته، مثلا قلمچی 11 شروع نمیکنه، از مهر میذاره بعدن شروع میکنه، ولی سنجش 11 از همون اول شروع میکنه. سخت داد، یعنی در واقع نشدنی آدم با همه آزمونا پیش بره، ولی تلاش میکنیم که تا جای ممکن با آزمونی که بیشتر بچه ها هستن پیش بریم. البته خودمون هم یه تقدم و تأخری داریم برای درس دادن، اون رو نمیتونیم زیر سوال ببریم. خب خیلی خوب رفقای نازنین، محمد جانم سلام عزیز دلم. رفقای نازنینم بریم درس رو شروع بکنیم. دم همتونم گرم و قربونت برم من. مرسی جواد جانم، بریم. من شما انرژی میگیرم و یقین دارم که این کلاس رو خدا به این قدرت رو میده که تا آخرش برم، بعد دیگه میرم استراحت میکنم. بریم ببینیم چه خبره. امیر حسین بپرس عزیزم که من درس رو سریع شروع کنم، بقیه بچه ها جزوهشون رو باز کنن، درس 5 رو بذارن جلوشون. بدو امیر. الحمدلله. خوش اومدی اکبر جان، بهتون میگم که باید چی کار کنید، نگران نباش عزیز دلم. سلام علیرضا جان، خوش اومدیم. میگم علیرضا جان بهتون خبر میدم، بذار با خود بچه های مدیریت صحبت کنم بهتون خبر میدم. اکبر ببین، به هر حال اینی که از اول اگر میبودی، ما الان 4 درس و نیم درس دادیم،
ولی اینکه فکر کنی الان عقب موندی، نه عزیز دلم اینطوری نیست، چون بهتون راهکارهایی میدم که جبران میکنید. یعنی الان با تلاش بیشتر میتونید جبران بکنید. نگران نباش فدات شم، نگران نباش اصلا. باش امیر حسین جانم. رفقای نازنینم، مثل همیشه حضور و غیاب کلاس. 3 2 1 هر کی اوکی بنویسه بودو ماشاءالله، هر کی اوکی بنویسه خیال منو راحت کنید. به 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 به، مرسی مهدی جانم. هر کی اوکی بنویسه پر انرژی پر انرژی پر انرژی. رخساره جان حالا کاریش نمیشه کرد دیگه، فعلا بریم. خب دم همتون گرم، هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر. پر انرژی، آره بابا جون، پر انرژی پر انرژی. خسرو شاهی جان بذار به وقتش که به زمان میدم بپرس. الان دیگه هیچ کدوم از بچه ها لطفا هیچی ننویسه، فقط لطفا تخته. دم همتون گرم، فقط لطفا تخته، هیچ کسی لطفا هیچی دیگه ننویسه. خیلی خوب، بفرمایید، خواهش میکنم. به نام خدا بریم برای اینکه یه ولوله ای را بندازیم ببینم. همه بچه ها حواس به تخته. یا علی، 3 2 1 بریم ببینیم چه اتفاقایی باید بیفته. رفقای نازنین من، همه ما الان تو دنیا قرار داریم. هر کدوم از ما بعد از مرگمون وارد یه دنیای دیگه میشیم به نام برزخ. پس دقت بفرمایید، هر کدوم از ما بعد از مرگمون وارد یه دنیای دیگه میشیم، به اون دنیای میگن برزخ. حالا اون دنیای بهشت داره، جهنم داره. یعنی شما اونجا همینطوری برای خودت بیکار نیستی، یا تو بهشت برزخیش قرار داری و یا تو جهنم برزخی قرار داری. خلاصه هر کدوم از ما بعد از مرگمون وارد یه دنیای دیگه میشیم به نام برزخ، یا تو بهشت برزخی یا تو جهنم برزخی. منتظر میمونیم. منتظر چی میمونیم؟ منتظر این میمونیم که همین دنیایی که الان توشیم تغییر شکل بده، بشه قیامت، بعد همه از تو برزخ حالا میاییم تو قیامت، که قیامت هم دارای بهشت و جهنمه. اتفاقا بهشت و جهنم اصلی تو قیامته. یعنی ما بهشت رستاخیزی داریم و جهنم رستاخیزی داریم، بهشت برزخی داریم و جهنم برزخی داریم. یعنی میخوام بهتون بگم رفقای نازنینم، ما دو تا بهشت داریم، دو تا جهنم داریم. یه بهشت داریم، بهشت برزخی. یه بهشت داریم، بهشت رستاخیزی. رستاخیزی همونیه که تو قیامته، بهش موعود هم میگن. از اون ور یه جهنم داریم، جهنم برزخی، و یه جهنم داریم، جهنم رستاخیزی. خلاصه ای کلام رفقای نازنین من، پس شد دو تا بهشت داریم و دو تا جهنم داریم. حالا درس پنجی که الان میخواییم با هم نگه راجع بهش بحث بکنیم راجع به برزخه. درس هفتی که همین امروز میخواییم راجع بهش بحث بکنیم، درس هفت راجع به قیامته. امسال حس من به این میگه میکس درس پنج و هفت با همدیگه ازش یه سوال ترکیبی تو کنکور میاد. میکس درس پنج و هفت، ولی همینم من پنج و هفت رو گذاشتم دارم با هم درس میدم. پس دقت کن، اگر میبینی پنج و هفت رو دارم با هم درس میدم، برای اینه، چون فکر میکنم میکس درس پنج و هفت با همدیگه تو کنکور یه تست ازش میاد. فقط دلم میخواد نکاتم رو با یه نکته انفجاری شروع کنم. یعنی دلم میخواد یه نکته بگم وای از این نکته، یعنی یه نکته بگم که پاشی تو خونه دور افتخار رو بزنی. فقط برد و نگاه کن، فقط برد و نگاه کن. بسیار نکته جذابی دارم میگم، بسیار. رفقای نازنینم، اگر تو تست کنکور
شما لغت طیبین رو دیدید؟ یعنی انسانهایی که پاک و پاکیزه هستند، پاکان، برمیگرده به بهشت برزخی. ولی اگر لغت متقین رو تو تست کنکور دیدی، یعنی تقوا پیشه کنندگان، برمیگرده به بهشت رستاخیزی. فرق و نگاه کن عزیز دلم، یعنی وای از این نکته، وای از این نکته. اگر شما تو تست کنکور لغت طیبین رو دیدی برزخه، ولی اگر لغت متقین رو دیدید قیامته. از اون بر برای جهنم، اگر تو تست کنکور لغت ظالمین رو دیدید جهنم برزخیه، ولی اگر لغت کافرین رو دیدید جهنم رستاخیزیه. به 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 به، تکرار میکنم خانم آقا، تو تست کنکور انقدر ریز فرق بین اینا. تکرار میکنم، اگر لغت طیبین بیاد برزخه، ولی اگر متقین بیاد رستاخیزه. از اون بر اگر لغت ظالمین بیاد برزخه، ولی اگر لغت کافرین بیاد رستاخیزه. این نکته اگر تو کنکور امسال اومد یاد من بیفت عزیز دلم. مثبت 99. به به. خانم آقایون چطور بود؟ نکته شروعمون چطور بود بچه ها؟ اوضاع اوکی هست یا نه؟ ها؟ با همین حال نصف و نیمه میتونیم کلاس رو بهتر کنیم یا نه؟ به به. مهدی جان واقعا یعنی نه؟ امیدوارم همینطوری باشه که تو گفتی. آقا مهدی نازنین، آقا مهدی عزیز، میدونم قربونت برم. خلاصه کلام رفقای نازنین، این باشه نکته مقدماتیمون برای ورود به مطلب. به وقتش می نویسید، نگران نباش. حالا بیا سراغ جزوه اصلی. آیه رو نگاه کن، هیچ کی دیگه چی ننویسه. میگه حتی اذا جاء احدهم الموت، رنگ معمولی تو بردار، یعنی زمانی که مرگ یکی از انسانها فرا برسه. خب رفقای نازنین، من بهتون یاد دادم وقتی میگه مرگ یکی از انسانها فرا برسه، منظورش هر کدوم از ما بعد از مرگمون میریم تو برزخ، منظورش برزخه. پس سمت راستش با رنگ معمولیت بنویس برزخ. یعنی اگر این آیه رو دادن گفتن برمیگرده به کجا، میگید برمیگرده به برزخ. حالا میگه زمانی که مرگ یکیمون فرا میرسه، تو اون دنیاییم قالا، یعنی به خدا میگیم که اه، یعنی ما بعد از مرگ میتونیم صحبت کنیم. آره دیگه، مثل این که میتونیم صحبت کنیم. یعنی انسان وقتی میمیره میتونه صحبت کنه، میتونه باهاش صحبت بشه، میتونه حرف بزنه، میتونه بشنوه. رنگ کلید واژه‌تو بردار عزیز دلم، دور قاله یه دایره بکش. به به از این نکته، به به از این نکته. رنگ کلید واژه‌تو بردار، دور قاله یه دایره بکش. بیا بالای بالای صفحه سمت راست، یعنی اولا بالای صفحه رو دو قسمت کن، بالای صفحه رو دو قسمت کن عزیز دلم. خب حالا با رنگ کلید واژه یادداشت کن، از ریشه قاله، از ریشه قاله جلوش بنویس، سرگوش بده. آگاهی و شعور بعد از مرگ. به به از این نکته. از ریشه قاله، آگاهی و شعور بعد از مرگ. رفقای نازنین، هر وقت آیه راجع به بعد مرگمون بود و توش از ریشه قاله کلمه اومده بود، مفهومش اینه که ما بعد از مرگ آگاهی و شعور داریم. حالا یه بار دیگه آیه رو نگاه کن. حتی اذا جاء احدهم الموت، یعنی زمانی که مرگ یکی از انسانها فرا برسه، قال،
میگه که همین که میگه که یعنی آگاهی و شعور. پس با رنگ کلید واژه دور قالای دایره بکش، بالاش بنویس آگاهی و شعور، بالاش یادداشت کن آگاهی و شعور. خیلی خوب، حالا رنگ معمولی تو بردار، زیر قال رب ارجعون یه خط بکش. قال رب ارجعون، سر و بیار بالا، میگه پروردگارا من رو برگردون. خب یعنی چی؟ برم گردون که چیکار کنم؟ برم گردون که جبران کنم. یعنی چی جبران کنم؟ یعنی میدونم که چه اشتباهاتی کردم، منو برگردون که اشتباهاتم رو جبران کنم. پس برای قال رب ارجعون با رنگ معمولیت یادداشت کن آگاهی انسان از کاستی های خود. آگاهی انسان از کاستی های خود، یعنی اگر گفت از کجا، آره دقیقا، اگر گفت از کجا متوجه میشیم که عرضم به حضورتون که انسان از کاستی های خودش آگاهه، اونجایی که میگه قال رب ارجعون، منو برگردون که جبران کنم. حالا جواب خدا چیه؟ رنگ معمولی تو بردار، کلا، زیر کلای خط بکش، این جواب خدای عزیز دلم. خلاصه این گفتگویه که بین خدا و جهنمیان تو برزخ اتفاق میفته. یه لحظه فقط تخته رو نگاه کنید، هیچی ننویسید، لطفاً هیچی ننویسید، فقط تخته رو نگاه کنید. رفقا بحث گفتگوها چه تو برزخ چه تو قیامت امسال به نظر من یه دونه تست خواهد داشت. هیچی ننویس لطفاً، فقط تخته رو نگاه کن. بحث گفتگوها چه تو برزخ و چه تو قیامت، من فکر میکنم امسال تو کنکور یک تست خواهد داشت. حالا منظورم از گفتگوها چیه؟ منظورم یک گفتگوییه که بین خدا و جهنمیان اتفاق میفته، چه گفتگویی که تو برزخ اتفاق میفته و چه گفتگویی که توی قیامت اتفاق میفته. ها؟ بحث گفتگوهایی که تو برزخ اتفاق میفته و تو قیامت اتفاق میفته، قطعا امسال تو کنکور یه تست ازش خواهد اومد. این حرف منو به یادگار داشته باشید تا روز کنکورتون. گفتگوهایی که اتفاق میفته چی هست؟ یه گفتگویی که اتفاق میفته بین خدا و جهنمیانه. فقط باید بدونید که تو برزخ چه اتفاقی میفته، چه گفتگویی اتفاق میفته، تو قیامت چه اتفاقی میفته. یه گفتگوی دیگه‌ای که رخ میده، گفتگوی بین فرشتگان و جهنمیانه. بالایی بین خدا و جهنمیان بود، پایینی بین فرشتگان و جهنمیانه. دوباره باید بدونی تو برزخ چه گفتگوی بینشون رخ میده و تو قیامت چه گفتگویی بینشون رخ میده. و یه گفتگوی دیگه ای هم که وجود داره، گفتگوی بین فرشتگان و بهشتیان هستش. دوباره شما باید بدونید که آقا کدوم گفتگو تو قیامت اتفاق میفته، کدوم گفتگو تو برزخ اتفاق میفته. یعنی دقیقا شما باید تمیز قائل بشید بین گفتگوهایی که تو برزخ و تو قیامت هستش، تازه بین گفتگوی خدا جهنمیان، فرشتگان جهنمیان و فرشتگان بهشتیان. این گفتگوهایی که اتفاق میفته قطعا امسال یه تست تو کنکور ازش میاد. حالا بریم دونه به دونه اینا رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم هر کدوم از گفتگوها داستانش چیه. اول گفتگو بین خدا و جهنمیان تو برزخ، قال رب ارجعون، پروردگارا منو برگردون. پس بحث اولا کیا شروع میکنن؟ جهنمیان شروع میکنن. چی میگن؟ میگن خدایا ارجعون. یعنی چی؟
یعنی ما رو برگردون. جواب خدا چیه؟ جواب خدا اینه که کلا. کلا یعنی چی؟ یعنی هرگز. این اولین گفتگویه که شما بلد باشید. پس میگن ما رو برگردون، خدا در جواب بهشون میگه هرگز. حالا جالبه گفتگوه تو قیامت چیه؟ دقت کن، جهنمیان میگن خدایا ما رو از اینجا بیرون ببر. خدا چی میگه؟ خدا بهشون میگه مگر عمر کافی به شما ندادیم. فرق رو نگاه کن عزیز دل من، فرق رو نگاه کن عزیزم. اگر بگه برگردون برای برزخه، ولی اگر بگه بیرون ببر برای قیامته. فرق رو نگاه کن. این یعنی تو کنکور صد زدن. یعنی تو دقیق باید مکالمه رو بدونی چیه. اگر بگه برگردون ارجعون، این برای برزخه، ولی اگر بگه بیرون ببر، این برای قیامته. جواب هر کدوم؟ آقا جواب خدا چی بود؟ تو اولی هرگز. جواب خدا تو دومی چیه تو قیامت؟ مگه عمر کافی به شما ندادیم؟ اگه برگردید بازم همون کارا رو میکنید. پس گفتگوی بین خدا و جهنمیان رو باید بلد باشید دقیق. گفتگوی دوم، گفتگوی بین فرشتگان و جهنمیان، این داستانش چیه؟ یه گفتگوی اتفاق میفته توی جهنم بین فرشتگان یا همون نگهبانان جهنم و خود جهنمیان. فقط باید بدونید که کدوم تو برزخ، کدوم تو قیامته. اینو باید بدونید. حالا تو برزخ صحبت از کجا وا میشه؟ صحبت از اینجا وا میشه که فرشته ها به جهنمیان میگن در زمین چگونه بودید؟ یعنی آقا چی شد که الان اومدید اینجا؟ چی شد که اومدید جهنم؟ چرا الان نباید بهش باشی؟ در زمین چجوری بودی؟ جهنمیان تو جواب میگن ما در زمین مستضعف و تحت فشار بودیم. میدونی معنی مستضعف یعنی چی؟ یعنی میخوان بندازن تقصیر رو گردن یکی دیگه. میگن آقا اینی که ما حالا اینجاییم به خاطر اینکه بقیه نذاشتن ما روش کنیم، بقیه هی زدن تو سرمون نذاشتن ما روش کنیم، نذاشتن ما کار خوب بکنیم، ما تحت فشار بودیم، ما ضعیف شمرده شده بودیم، اگر ما الان اینجا این بقیه باعث شدن. فرشته ها تو جواب بهشون چی میگن؟ میگن مگر زمین خدا وسیع نبود؟ اونجا میزدن تو سرتون، میرفتی یه جای دیگه که نزنن تو سرت، اونجا نمیذاشتن روش کنی، میرفتی یه جای دیگه که بتونی روش کنی. یعنی بهونه ای نداریم دیگه، خودت باعث شدی الان بیا اینجا، اعمال خودته که باعث این موضوع شده. پس گفتگوه بین فرشته ها و جهنمی ها تو برزخ رو نگاه کن. بحث رو فرشته ها باز میکنن، میگن آقا در زمین چه جوری بودید؟ اونا میگن ما در زمین مستضعف بودیم، تحت فشار بودیم. میگن مگر زمین خدا وسیع نبود که برید مهاجرت کنید، جای دیگه ای برید. حالا گفتگوی که اتفاق میافته تو قیامت چیه؟ اندفعه جهنمیان بحث و باز میکنن. پس اونجا تو برزخ فرشته ها بحث و باز میکنن، اینجا جهنمیان بحث و باز میکنن. جهنمیان چی میخوان؟ درخواست تخفیف دارن. درخواست تخفیف دارن. جهنمیان از خدا چی میخواستن؟ تو برزخ میخواستن ما رو برگردون، تو قیامت میخواستن ما رو بیرون ببر. فرشتا یا همون نگهبانا چی میخوان؟ تقاضای تخفیف دارن. حالا فرشتا در جواب بهشون چی میگن؟ میگن مگه پیامبران با دلایل روشن برای شما نیومدن؟ مگر پیامبران دلایل روشن نیاوردند؟ مگه پیامبران نیومدن؟ مگه 124 هزار تا نیومدن بهتون گفتن که دنیای دیگه ای هست؟ خب چرا گوش ندادی؟ که الان بیایی بیشه من تخفیف بخوای؟ که در جواب جهنمیان چی میگن؟ قالو بلا، یعنی گفتند بله. جواب تاییده، اینجا دیگه انکاری در کار نیست، اینجا دیگه تایید میکنن. پس گفتگوی بین فرشته و جهنمیان رو نگاه کن، دقیق باید بدونی گفتگوه تو برزخ چیه، تو قیامت چیه. تو قیامت درخواست تخفیف،
جواب مگر پیامبری براتون با دلایل روشن نیومد؟ اونا جوابی که میدن تایید میکنن. اما تو برزخ میگفتن در زمین چجوری بودید؟ اونا میگفتن مستضعف و تحت فشار بودیم. میگفتن مگر زمین خدا وسیع نبود؟ پس دوتا مگر ها رو با هم قاطی نکنید. مگر زمین خدا وسیع نبود تو برزخه، مگر پیامبری نیامد تو قیامته. حواستون باشه. و اما گفتگوی آخر، گفتگوی بین فرشته ها و بهشتیان، این گفتگو داستانش چیه؟ خب آقا، اول تو قیامت، تو قیامت فرشتگان میرن سمت، یعنی اول تو برزخ فرشته ها میرن سمت بهشتیان، بهشون میگن سلام، بهشون میگن وارد شوید به خاطر اعمالتان. سلام، وارد شوید به خاطر اعمال. حالا اینجا رو نگاه کن، تو قیامت فرشته دوباره چی میگن؟ میگن سلام، وارد شوید برای همیشه. فرق رو نگاه کن. به به از این نکته، به به از این نکته، فرق رو نگاه کن. یعنی اگر بگه سلام وارد شید به خاطر اعمال، برزخه. ولی اگر بگه سلام وارد شید برای همیشه، قیامته. فرق رو نگاه کن. گفتگوها امسال تو کنکور یه تست داره، یادت نره. چه گفتگوی خدا با جهنمیان، برزخ قیامت، گفتگوی فرشته ها با جهنمیان، برزخ قیامت، گفتگوی فرشته ها با بهشتیان، برزخ قیامت. حواستو جمع کن. از بحث گفتگوها امسال تست میاد. یعنی وای از این اسلایدهایی که نوشتم براتون، وای از این اسلایدهایی که براتون نوشتم. خیلی دلم میخواد خودتون رو با رقباتون چک کنید، ببینید آیا غیر از شما کسای دیگه هم هستن که دقیق اینقدر گفتگوها رو به تفکیک برزخ و قیامت، به تفکیک گوینده و مخاطب بلد باشن. این یعنی دینی یاد گرفتن. بریم که ایشالله دینیمون رو صد بزنیم. مرسی. خیلی خوب رفقای نازنین، عزیزای دلم، نظر رفقا، نظر چجور بود اوزا؟ عشق کردید یا نه؟ بله. احوه، این گفتگوها خیلی حرفه‌ای بود، خیلی حرفه‌ای بود. نه دیگه، بیشتر حالشون خوبه، با کسی صحبت نمی کنم. نه شایان الان ننویسیم، دوباره میره رو پنلتون. نه الان ننویسید لطفا، الان هیچکی لطفا ننویسه. سلام علیکم تبتم تو قیامت میاد زهرا، اون برای کتاب نظام قدیمه، تو نظام جدید نیست. مرسی معصوم جانم. آره ستایش جان. خب بیاین اینجا رفقای نازنین، بیاین 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 بیاین، دمتون گرم. کسی دیگه چی ننویسه؟ 3 2 1. هیچکی دیگه چی ننویسه؟ حالا بیا اینجا. من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. زیر این یه خط بکش. من ورائهم برزخ الی یوم یبعثون. میگه پیش روتون برزخه تا روزی که قیامت برپا بشه. پس میفهمیم برزخ عالمیه بین دنیا و قیامت. چرا؟ چون داره میگه پیش روتون برزخه تا روزی که قیامت برپا بشه. پس زیر این که خط کشیدی با رنگ معمولیت، سمت چپش بنویس تعریف برزخ. یعنی اگر گفت کدوم آیه داره برزخ رو تعریف میکنه، این یه تیکه آیه. مرسی رخسار جانم، ممنونم ازت. بیا پایینش ویژگی های عالم برزخ. برزخ 3 تا ویژگی داره. رنگ معمولیت رو بردار. تو اولی دور حیات یه دایره، دومی دور شعور یه دایره، سومی دور ارتباط یه دایره. پس برزخ 3 تا ویژگی داره: حیات، شعور، ارتباط با دنیا. حالا اول میخوایم راجع به حیات صحبت کنیم. زیرشو نگاه کن. پس از مرگ
گرچه فعالیت های حیاتی بدن متوقف میشه زیر فعالیت های حیاتی بدن یه خط، اما فرشتگان حقیقت وجود انسان رو که همون روح توفا میکنند با رنگ کلید واژه دور توفای دایره بکش، دور توفای دایره بکش، بیا جلوی حیات تو نموداره یادداشت کن توفا. هر جا توی جمله فارسی لغت توفا رو دیدید گفت برمیگرده به کدوم ویژگی برزخ، میگید برمیگرده به حیات. توفا یعنی چی؟ جلوش نوشته یعنی روح رو به طور تمام و کمال دریافت میکنه. اینو بهش میگن توفا عزیز دل من. فقط خط اول زیر فرشتگان یه خط بکش، بالاش بنویس فرشته مرگ، روشی زبدر بزن. یعنی تو تست کنکور سعی میکنن شما رو به شک بندازن آقا توفا توسط فرشتگان اتفاق میفته یا فرشته مرگ، شما میگید فرشتگان. از اون بر میگه حقیقت وجود انسان که همون روح توفا میکنه، زیر روح یه خط بکش، بالاش بنویس جسم و روح، دوباره روی جسم و روح یه زبدر بزن. یعنی یادت باشه فرشتگان حقیقت وجود انسان که همون روحه رو دریافت میکنن نه جسم و روح. برگرد بالا، وجود شعور و آگاهی، جلوش با رنگ کلید واژه بنویس از ریشه قاله. گفتم بهتون دیگه هر وقت از ریشه قاله یه کلمه بیاد، مثل آیه‌ای که بالای صفحه داشتیم، اون آیه اشاره داره به اینکه انسان بعد از مرگش آگاهی و شعور داره. حالا بعد از مرگ برزخ رو هم میتونه در بر بگیره. پایین صفحه رو نگاه کن، دو تا سند مطرح کرده برای اینکه اثبات کنه ما بعد از مرگ آگاهی و شعور داریم. یکی گفتگوها که شما دیگه هم من بهتر بلدید گفتگوها رو، و یکی هم داستان جنگ بدر که تو صفحه بعد میخوام بهتون بگم. پشت این دوتا یادداشت کن اثبات شعور و آگاهی بعد از مرگ، اثبات شعور و آگاهی بعد از مرگ. پس کتابتون اومده استفاده کرده برای اثبات اینکه ما بعد از مرگ شعور و آگاهی داریم. حالا برو صفحه بعد، گفتگو فرشتگان با انسان، شما بهتر من بلدید. فرشتگان به کسانی که روحشونو به به از این نکته، به به از این نکته، به به از این نکته، فرشتگان به کسانی که روحشونو دریافت میکنند در حالی که به خود ظلم کردند، زیر به خود ظلم کردند یه خط بکش، بالاش بنویس ظالمین. من قبلا به شما درس دادم، گفتم آقا فرق وجود داره بین ظالمین و کافرین. برای همچی روزی گفتم دیگه، شما ظالمین رو ببینی جهنم برزخیه. پس اینجا هم که میاد میگه در حالی که به خود ظلم کردن، یعنی ظالمین، تو دست کنکور میگه کجاست؟ جلوش بنویس جهنم برزخی. یعنی از همین جایی که میگه به خودشون ظلم کردن تو باید بدونی برزخه. به به از این نکته، به به از این نکته. پس این گفتگو تو برزخه. از کجا فهمیدم؟ آخه میگه ظالمین، از اینجا فهمیدم. حالا گفتگوه شما دیگه بلدید دیگه. آره ما رنگ کلید واژه بود، یادم رفت بگم ببخشید. حالا رنگ معمولی تو بردار، شما در دنیا چگونه بودید؟ دیگه خط بکش تحت فشار مستضعف، مگر زمین خدا وسیع نبود. برو باکس بعدی. آنان که فرشتگان روحشون رو دریافت میکنن در حالی که به به، پاک و پاکیزه، بالاش یادداشت کن طیبین. به شما یاد دادم تو تست کنکور طیبین و متقین با همدیگه فرق دارن. با رنگ کلید واژه بالاش بنویس طیبین. گفتم بهتون وقتی طیبین رو دیدید منظور بهشت برزخیه نه بهشت رستاخیزی. پس اینجا هم میگه طیبین، با رنگ کلید واژه جلوش بنویس بهشت برزخی. پس این آیه هم
هم در ارتباط با بهشت برزخیه. حالا چی میگن؟ شما دیگه بهتر هم بلدید. یک سلام، دو وارد بشید، سه به خاطر اعمالتون. جمله سه جز سه قسمتیه. پس اولین سندی که کتاب رو کرد بحث گفتگوها بود، برای اینکه اثبات کنه ما بعد از مرگ آگاهی و شعور داریم. این اولین سندی بود که کتابتون رو کرد. سند بعدی که میخواد رو کنه بحث داستان جنگ بدره. اینم سندیه برای اثبات اینکه ما بعد از مرگ آگاهی و شعور داریم. حواس به من باشه. میگن بعد جنگ بدر پیامبر با جنازه های کشته شدگان بزرگان کفار صحبت کرد. یکی از یارانشون اومد بهشون گفت پیامبر چرا با جنازه آخه دارید صحبت میکنید؟ لیکن مردن، چیزی نمیفهمن، چرا با جنازه صحبت میکنی؟ پیامبر ببین چی گفت در جواب. قسم به کسی که جانم در دست اوست، ایشان به این کلام از شما شنواترن، فقط نمیتونن پاسخ بدن. زیر از شما شنواترن یه خط بکش، یادداشت کن آگاهی و شعور بعد از مرگ. آره عزیز دلم، اینجایی که میگه از شما شنواترن یعنی وقتی ما میمیریم آگاهیمون بیشتر میشه. فقط نمیتونیم حرف بزنیم با کسایی که تو این دنیا، وگرنه آگاهیمون بیشتر میشه. فقط تو خط اول دور بدر یه دایره بکش، اگر گفت کدوم جنگ بود میگی جنگ بدر، و دور بزرگان هم یه دایره بکش. به به، دور بزرگان هم یه دایره بکش. اگر گفتن با جنازه‌ای کیا صحبت کردن، میگید با جنازه‌های بزرگان کفار، نه خود کفار، بزرگان کفار. پس بزرگان حواست باشه عزیز دلم. خیلی خوب، بریم سراغ ویژگی سوم برزخ. با رنگ معمولی دور ارتباط یه دایره بکش. سومین ویژگی برزخ اینه که بین دنیا و برزخ ارتباط وجود داره. اولین مصداق این ارتباط چیه؟ اینی که پرونده اعمال ما بعد از مرگ بسته نمیشه. این اولین مصداق این ارتباط است. آقا بعد از مرگ دنیا و برزخ با هم در ارتباطن؟ بله. از کجا اینو میفهمیم؟ چون نامه اعمال ما بسته نمیشه. داستان چیه؟ حواس بده من بهت بگم داستان چیه. تمام حواس بده من، هزار مرتبه خدا رو شکر. بودو ماشالله، بودو 42 دقیقه کلاس رفتا، پرجون. نخوابی 42 دقیقه کلاس رفتا، بودو ماشالله، نخوابی. بیا اینجا ببین عزیز دلم، تصور کن این سیر حیات انسانه. خیلی خوب لطفاً گوش بده، خیلی خوب لطفاً گوش بده. تصور کن این سیر حیات انسانه. این نقطه نقطه مرگ. پس قبلش ما در دنیاییم، بعدش میریم توی برزخ، و تصور کن این نقطه پایان دنیاه، یعنی بعدش میریم توی قیامت. حالا من تو دنیام و یه کار خوب انجام میدم، مثلا دست یه نابینایی رو میگیرم و خیابون رد میکنم، در قیامت در نامه اعمالم یه دونه ثواب برام نوشته شد، تموم شد رفت دیگه، کش نداره دیگه، تموم شد دیگه، تموم، دمت هم گرم، تموم شد رفت. یا مثلا یه دروغی میگم توی دنیا، یه دونه مجازات برام نوشته شد تو نامه اعمالم، تموم شد رفت، خدافظ، تموم شد رفت. ولی یه وقت از کاری که کردم کاریه که تموم نمیشه، یعنی من یه کاری کردم که بستر یک سری اعمالی رو در جامعه به وجود آوردم، یه کاری کردم که بقیه دارن به تبعیت من اون کاری که من شروع کردم و ادامهش میدن. مثلا یه کتابی نوشتم، توشم محتوای خوبی رو به مردم ارائه دادم. خب آره، به خاطر اون کتاب یه دونه ثواب برام نوشته شد، اما تموم نشد. کتاب رفت دست یکی دیگه رسید و شروع کرد به خوندنش.
یه دونه ثواب دیگه برای من نوشته میشه. کتاب رفت یه دونه دیگه، یکی دیگه خوند، یه دونه ثواب دیگه برای من نوشته میشه. یکی دیگه این کتاب رو خوند، یه دونه ثواب دیگه برای من نوشته میشه. حتی من خودم اومدم مردم، یعنی خود من الان تو برزخم، دیگه تو دنیا نیستم، ولی دوباره اون کتاب رو یکی دیگه خوند. خودم اصلا تو دنیا نیستم، اما کتابم که هست، یه دونه ثواب دیگه برای من نوشته میشه. یعنی انگار من یه سرمایه گذاری کردم، خودم دیگه نیستم ولی اون داره هی سود میده. یا مثلا برعکس، یه کتاب نوشتم همه رو گمراه کردم، خب یه دونه مجازات برام، اون که هیچی، غیر از اون یکی اون کتاب رو خوند، یه دونه مجازات برای من دوباره نوشته شد. من خودم مردم تو برزخم، اون کتابه کماکان بین مردم رد و بدل میشه، همینطوری مجازات برای من، همینطوری مجازات برای من. آقا چه غلطی کردم، من این کتابو نوشتم. خب نوشتی، میخواستی ننویسی، الان که نوشتی بستر یه کار بدی رو تو جامعه پهن کردی، بشین پای لرزش. تو باعث شدی این اتفاق بیفته، تو بستر اینو به وجود آوردی. اگه تو این کار نمی کردی که الان اینا هم اینطوری گمراه نمی شدن. پیامبر میگن هر کسی که بستر یه کاریو تو جامعه به وجود بیاره، تا زمانی که آدم ها به اون کار عمل می کنن، برای اون آدم هم ثواب یا مجازاتش نوشته میشه، بدون اینکه از اجر انجام دهندش کم بشه. یعنی اونی که داره کار رو انجام میده بالمباشرت یه ثواب یا مجازاتی داره، منی که باعث شدم اون کار رو انجام بده، من به تسبیب، یعنی من سبب، اون خودش انجام دهنده. جفتمون ولی داریم سود میبریم، یا جفتمون داریم ضرر میکنیم. 100% اون، 100% من. تصور کن من یه کتاب خونه زدم، خیلی خوب، یه دونه پاداش که دارم هیچی، تا زمانی که آدمایی هستن تو اون کتاب خونه درس میخونن، همینطوری داره برای من ثواب نوشته میشه. خودم هم تو دنیا نیستم، خودم هم تو برزخم، ولی چون بستر سازی کردم داره برام سودش همینطوری میاد. حالا رفقای من، به اون دسته از اعمالی که وقتی انجامش میدیم، چه خوب چه بد، تو اون دنیا یه دونه ثواب و یه دونه مجازات برامون نوشته میشه، تموم میشه میره، به اون دسته از اعمال میگن اعمال ما تقدم یا ما تقدم، فرقی نداره چه مسترشو بگید چه ماضیشو بگید. اما به اون دسته از اعمالی که شما انجام میدی و بستر کار رو تو جامعه به وجود میاری و اونا بین نمیره تا برپای قیامت، بهش میگن اعمال ما تأخر یا ما تأخر. پس ما دو دسته اعمال داریم، اعمال ما تقدم داریم، اعمال ما تأخر داریم. حالا سوال، تیتر درس چی بود؟ تیتر درس این بودش که پرونده اعمال انسان بسته نمیشه، دست و بیار رو کی برد؟ سوال، کدوم دسته از اعمالمونه که بعد از مرگ باقی میمونه؟ ما تقدم یا ما تأخر؟ اه و به به، به آتیش بکشین سرور رو، به به، بره بالا. عزیزمی مهدی جانم، به به، به آتیش بکشین سرور رو، به به. دم همتون گرم، دم همتون گرم، دم همتون گرم رفقای نازنینم. آخه انقدر شما خوبید به قرآن، اصلا یادش میره حالش چی بوده. دم همتون گرم، یعنی باور کن فکرش هم نمیکردم بتونم 20 دقیقه حرف بزنم. 48 دقیقه است داریم میریم جلو، هنوزم انرژی دارم. دم همتون گرم، به به بهتون. بیا اینجا عزیز دلم، بودو ماشاءالله. پس جلوی بسته نشدن پرونده ی اعمال بنویس ما تأخر، یا همون ما تأخر. یادداشت کن، ما تأخر یا همون ما تأخر. حالا بیا سراغ آیه، زیر قدم و اخره با رنگ معمولی تیه خط بکش، سمت چپش بنویس ما تقدم و ما تأخر،
یادداشت کن ما تقدم و ما تأخر، فقط رو با رنگ معمولی، فقط رفقای نازنین رنگ کلید واژه‌تون رو بردارید، دور یومئذ یه دایره بکشید، بالاش بنویسید قیامت. یعنی اگر این آیه رو بهتون دادن گفتن برزخ یا قیامته، برخلاف این که بعضی از کتاب‌های تست به اشتباه گفتن برزخه، این برمیگرده به قیامت. اصلا این از سوره قیامت انتخاب شده این آیه. فقط اولش دوباره با رنگ کلید واژه زیر یونبه و یه خط بکش با رنگ کلید واژه. میگه ما انسان رو باخبر میکنیم. خب باخبر میکنیم، من یاد همون قالم ایندازه. پس سمت راستش بنویس آگاهی و شعور. یعنی این آیه چون یونبه او داره به آگاهی و شعور اشاره داره. تو کجا؟ چون یوم ازن داره تو قیامت. برو صفحه بعد. چیزایی که راجع به ما تقدم و ما تأخر گفتم تو جدول براتون نوشتم، حدیثی که از پیامبر گفتم وسط صفحه براتون گفتم، سنت و روش نیک، اینم براتون آوردم و خیال راحت. خب داریم راجع به ارتباط ها صحبت میکنیم. رنگ معمولی تو بردار. گفتیم بین دنیا و آخرت ارتباطه. از کجا فهمیدیم؟ یکی به خاطر اعمال ما تأخر، اون یکی دور خیرات با رنگ معمولی یه دایره بکش. آره، اینی که شما گهگاه نذری میکنید برای کسی که فوت شده، چه میدونم خرمایی میدید، غذایی میدید، شینی میدید، دعایی میخونید، نمازی، روزه، چیزی، اعتقاد بر اینه که حالش تو اون دنیا بهتر میشه، در عالم برزخ به آنها میرسد. زیر عالم برزخ یه خط بکش. یعنی اگر گفت کجا بهشون میرسه، تو برزخ یا تو قیامت، میگی تو عالم برزخ بهشون میرسه. دوباره رنگ معمولی دور خانواده یه دایره بکش. ارتباط دیگه‌ای که وجود داره بین دنیا و برزخ برمیگرده به ارتباط به خانواده. آره صدقه هم هستش عزیزم. خانواده داستان چیه؟ خط اول زیر امام کاظم با رنگ معمولی یه خط، زیر وضع مؤمنان پس از مرگ یه خط. میگن یکی اومد پیش امام کاظم، سوال پرسید، گفت آیا کسی که مرده به دیدن خانوادش میره یا نمیره؟ امام کاظم گفت کسی نه، مؤمنی. مهمه که گفته مؤمن. امام کاظم فهمودن که آره به دیدن خانوادش میاد. اون آدمه دوباره پرسید آقا چند وقت یه بار میاد؟ امام کاظم گفت بر اساس مقدار فضیلت. یعنی چی؟ کسی که فضیلتش خیلی زیاده هر روز، یه لول کمترش کن یه روز در میون، یه لول کمترش کن دو روز در میون، کمترینشون هر جمعه. پس اولا آخر خط زیر کمترین هر جمعه یه خط بکش. بچه ها فقط تخته رو نگاه کنن ها، هیچ کی چی نگه. زیر کمترین هر جمعه یه خط بکش، بعد زیر مقدار فضیلت هم یه خط بکش، بالای مقدار فضیلت یادداشت کن بیانگر کمیت. یعنی اگر گفت مقدار فضیلت بیانگر کمیت دیداره یا بیانگر کیفیت دیداره، میگیم بیانگر کمیت دیداره. چرا کمیت؟ به خاطری که داره تعداد دفعاتی که میاد و میگه. فقط دور مؤمن یه دایره بکش، مؤمن به دیدن خانوادش میاد یا نه. مؤمن، اینجا بحث از مؤمنان، حواستون باشه. هزار مرتبه خدا رو شکر، این شد درس پنج رفقای نازنینم. عجب نکاتی یاد گرفتیم. همینو برو درس هفت، چون پنج و هفت میکس هم دیگر. همینو برو درس هفت عزیز دلم، بودو ماشالله. برو درس هفت، جایگاه نیکوکاران. مهدی جان اینجا بحث کرده در ارتباط با مؤمنان عزیز دلم. صدقم که گفتم حسابه. خیلی خوب رفقای نازنینم، این شد در ارتباط با درس پنج. هر کی لطفاً به خودش یه نمره بده ببینم.
آقا درس پنجو چطور یاد گرفتید؟ هر کی به خودش یه نمره بده خیالم راحت کنید. بودو ماشاءالله. به 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 به، مرسی مرسی علی باستانی، مرسی مرسی رفقای نازنین. سرور باید بره رو هوا. مرسی از علی رضای نازنینم که 4 میذاره، ایشالله که بتونن از رده 13 جم بخورن و انشالله که اتفاق مثبت بیفته. مرسی از همه رفقام که عدد 4 رو میذارن. مرسی از عزیزای دلم، ایشالله که بشه که یه روزی هم ما استقلال رو داشته باشیم تو 5 اول، حداقل تو 8 اول، نه اصلا تو 10 اول، به نظرم اینطوری بهتره. مرسی عزیزای دلم، خدا حفظتون کنه ایشالله. جوادی جانم، امیر دوستدار نازنینم، عالیه 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 عالیه. میگم که آره قربونت برم من، آره امیر عباس جانم، دقیقا همینطوره فدات شم، دقیقا حق با شماست. ولی به هر حال، به هر حال ما سالها صدریم دیگه عزیز دلم، دیگه کاریش نمیشه کرد. او ماشاءالله صدرا، این وسط تراکتور، آفرین امیر حسین، آفرین تراکتور، عالیه عالی 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 عالی. آره جواد جانم، مهم آسیاست قطعا همین عزیز دلم. خب برای همینه که ما آخرین افتخار ایران ماییم دیگه، نایب قهرمان شدیم دیگه، من قبول دارم کامل آسیاست. آفرین شایان سپیدرود، عالیه عالی عالی. آره امین جون ستاره اصلی دارید، راست میگی، خدا حفظت کنه ایشالله با ستارهایی که دارید. به به بگزاده جاست تیم ملی، دقیقا نفت آبادان، آفرین آفرین آفرین. قشقایی، آره عالی. نه عزیزم قشقایی نه، العین امارات. قشقایی برای چی؟ العین تا هست زیاد قشقایی نباید بیفتیم. 6-1. خب فرق دوزخ و برزخ، دوزخ یعنی جهنم عزیز دلم، جهنم. حالا جهنم میتونه تو برزخ باشه، میتونه تو قیامت باشه. بله مهدی خان آبادان، یاد این شعری افتادم که نمیتونیم بخونیم تا ممنوع کار نشدیم، همون آبادان برزیلته. خیلی خوب، به 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 به. بریم 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 بریم. اوکی رو بزن ببینم، بودو ماشاءالله. اوکی رو بزن دیگه، بحث رو تعطیل کن. به به اوکی رو بزن، خیالم راحت کن که همه نشستید آماده، میخوام درس هفته شروع کنم. بودو بودو 33 دقیقه وقت دارم، بودو ماشاءالله. من آزمون فرستادم برات راستی؟ آزمون امروز بچه ها رو. اوه خب پس تو واتساپ بهم یه پی ام بده لطفا، بدو قرمونت برم. آزمون امروزتون، هر هفته ما آزمون داریم، بچه ها اوکی رو بزنید، اوکی رو بزنید، هیچ کی دیگه هیچی ننویسه. دمتون گرم. آریم میخونم جواب میدم، فعلا فقط اوکی. دم همتون گرم. نه نه کلاس تا کلاس 3، کلاس همیشه ساعت 3 شروع میشه شایان، همیشه ساعت 3. جا بیا برات بزنم، بذار بذار، میخوای برای ارسلان بفرستم؟ خب بیا 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 بیا. بچه ها کسی جمع نخوره، هیچکی همیچی ننویسه، من دارم هماهنگی آزمونتون رو میکنم. هیچکی جمع نخوره، هیچی هم ننویسه دیگه، سکوت مطلق تو کلاس تا بهتون بگم. بیا عزیزم سری تو واتساب یه پیغام به من بده، بریم. آخیش، بسم الله الرحمن الرحیم. بودو ماشاءالله. جایگاه نیکوکاران، رنگ معمولی تو بردار جلوش یادداشت کن، بهشت. جایگاه نیکوکاران کجای عزیز دلم؟ بهشته. حالا یه نکته میخوام بهتون درس بدم. به 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 به
بچه ها کسی چی ننویسه ها. مرسی. یه نکته ای میخوام بهتون بگم، یعنی به قرآن تای نکته است. پاشو فدات شم. یه نکته عجیب و غریب میخوام بهتون درس بدم، یعنی حلالش کنم امروزا. نکته ای که دارم بهتون میگم بسیار نکته تراز اول، درست حسابی، بسیار نکته به قول معروف شایسته‌ایه. فقط تخته رو نگاه کنید، این نکته رو از من یاد بگیرید، یه سر و گردن از بقیه بیاین بالاتر. میخوام مقایسه کنم درهای بهشت و جهنم رو براتون. خب اولا برای اینکه یادمون نره بهشت چند تا در داره، جهنم چند تا در داره، بیه بهشت رو برداریم چی میمونه؟ بیه بهشت رو برداریم میمونه 8. پس یادت باشه عزیز دلم، بهشت 8 تا در داره. بیه بهشت رو برداشتم شد 8، پس بهشت 8 تا در داره. از اون بر جهنم، خدا مهربونه، خب پس جهنم یه در کمتر داره، جهنم 7 تا در داره، چون آدم ها بیشتر باید برن سمت بهشت تا برن سمت جهنم. خلاصه کلام این که بهش چند تا در داره، جهنم چند تا در داره، خیلی برا مهمه. بهش 8 تا در داره، جهنم 7 تا در داره. حالا راجع به درهای بهشت تو قرآن میگه و فتحت، راجع به درهای جهنم تو قرآن میگه فتحت. فرق و نگاه کن، فرق و نگاه کن. یه واو بر درای بهشت بیشتر داره، پس اگر بگه و فتحت بهشته، اگر بگه فتحت جهنمه. از کجا بفهمیم فرق اینا با هم چیه؟ فرق اینا با هم اینه، وقتی میگه و فتحت یعنی درهای بهشت از قبل باز هست، ولی وقتی میگه فتحت یعنی درهای جهنم تازه باز میشود. به 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 این نکته اگر تو تست کنکور بیاد. آقا درای بهشت از قبل باز هست و فتحت، ولی درای جهنم تازه باز می شود، فتحت. فرق بین این دوتا رو حواست باشه، بی اندازه نکتش ریزه. پس تو تست کنکور اگر بگه و فتحت بهشته، ولی اگر بگه فتحت جهنمه. به 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 این نکته. خیلی خوب رفقای نازنینم، امیدوارم که چسبیده باشه بهتون نکتهش. به 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 این کلاس، به 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 این کلاس، به 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 این کلاس. به وقتش می نویسید بودو ماشالله بیا، دم همتون گرم، بیاین بیاین بیاین. چیزی ننویسید رفقای نازنینم، بیاین ماشالله. پس فرق بین درای بهش و درای جهنم حواستون باشه، فقط این جا خالیه رو از دست ندید. یک در مخصوص پیامبران و صدیقان، یک در مخصوص شهیدان. حواست باشه عزیز دلم، اینکه پیامبران و صدیقان با هم اومده مهمه برام. از اون بر شهیدان یادداشت کن و شهیدان یادداشت کن و صالحان، یعنی اگر 1% خارج از کتابتونه ولی بلد باشید، اگر 1% گفت شهیدان با کیا از یک در میان تو و صالحان، پس پیامبران و صدیقان از یه در، شهیدان و صالحان از یه در. بیا زیرش، بهشتیان میگویند خدا را سپاس، با رنگ علت و معلول زیر بهشتیان میگویند خدا را سپاس یه خط بکش. بهشتیان میگویند خدا را سپاس، سمت راستش بنویس معلول. آقا یه سوال برای من پیش اومده، چرا بهشتیان خدا رو شکر می کنند؟ دوباره رنگ علت و معلول تو بردار. جواب، به وعده خود وفا. به وعده خود وفا رو یه خط بکش، زیرش بنویس علت. به وعده خود وفا رو یه خط بکش، زیرش بنویس علت. پس اگر گفت چرا خدا رو شکر می کنند، میگی داخل خدا به وعدش وفا کرد. حالا با رنگ معمولیت، با رنگ معمولی دور وفا، دور وعده دایره بکش، دور وعده دایره بکش،
دور جایگاه زیبا، یعنی زیر جایگاه زیبا یه خط وصلش کن به هم، وصلش کن به هم. آره عزیز دلم، پس وعده چی بود؟ وعده جایگاه زیبا بود یا همون بهشت. خدا به وعده عمل کرد، برای همین چی شد؟ برای همین بهشتیان دارن از خدا سپاس میکنن. رفقای نازنین ببین چی رو میخوان به چی بس کنن. آقا ما گفتیم کیا توی بهشت رستاخیزیان؟ گفتیم متقین. گفتیم متقین تو بهشت رستاخیزیان. پس اینجایی که میگه بهشتیان، بالای بهشتیان بنویس متقین. به به از این نکته. یعنی اگر 1% بهتون گفت کیا خدا رو شکر میکنن، میگید متقین خدا رو شکر میکنند. شیرین با صالحان، متقین خدا رو شکر میکنند. رفقا جا خالی های این سفر غافل نشید. بالاترین نعمت مقام خوشنودی، بالاش بنویس رضوان. به مقام خوشنودی میگن رضوان. عزیزای دلم حواستون باشه، چه جمله یو بهشتیان همیشه میگن خدایا تو پاک و منزهی. عربیشو یادداشت کن، سبحانک، با رنگ معمولیت. خدایا تو پاک و منزهی میشه سبحانک. بهشت براشون چیه؟ بهشت براشون دار و سلام یا همون سرای سلامتیه. جا خالی های این سفر رو غافل نشید. برو صفحه بعد. وای وای منو نگاه. اگر منو پاشو نشی. منو نگاه. اگر یک نفر این نکته رو تو ایران غیر شما بلد بود، هر چی خواستید به من بگید. وای از این نکته، وای از این نکته. یک نفر اگر غیر از شما این نکته رو تو ایران بلد بود، هر چی خواستید به من بگید. یک نفر. آیه ای تو کتابتون اومده میگه راستی راستگویان باعث میشه اونها به باغهایی از بهشت برسن. فقط برد و نگاه کن. پس اگر گفت باغهایی از بهشت، نصیب کیا میشه؟ میگید نصیب راستگویان میشه. آره، کسایی که راست میگن حاصل میشه باغهایی از بهشت. اما بیا سراغ آیه سوم. اگر بهتون گفت باغهای بهشتی نصیب کیا میشه، میگید نصیب کسایی میشه که اولا امانت دارن، ثانیا ادای شهادت رو با راستی میکنن، ثالثا از نمازشون محافظت میکنن. یعنی وای از این نکته. اگر بگه باغهای از بهشت، فرق داره با این که بگه باغهای بهشتی. وای از این نکته. باغهای از بهشت با باغهای بهشتی فرق داره. باغهای از بهشت برای راستگویانه، ولی باغهای بهشتی برای کسایی که امانت دارن، شهادت راستین میدن، از نمازشون محافظت میکنن. فرق بین این دوتا. این اگر تو تست کنکور اومد یاد من بیفتید. مرسی. به به از این نکته، به به از این نکته، وای از این نکته. یعنی به به از این نکته. این یعنی دینی یاد گرفتن، این یعنی دینی یاد گرفتن. به به. مثبت 99. به 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 به. اگر بگه باغهایی از بهشت، فرق داره بگه باغهای بهشتی. به به. این یعنی دینی صد زدن. آخش عالم بهتر شد. به به. این یعنی دینی صد زدن. آخش بیا ماشالله، بیا 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 دیگه ایشکی چی ننویسه. آقا جایگاه دوزخیان، جلوش بنویس جهنم.
حالا میخواد راجع به جهنم صحبت کنه. اولا از جا خارش غافل نشید، آتش جهنم حاصل عمل خود انسانه، از درون جان شعله میزنه. حالا این نکته رو، اوه چه روزی شد، چه خوب شد اومدم، یعنی چه خوب شد اومدم، چه دلم میسوخ اگه نمی اومدم. آقا این نکته رو، این نکته رو، این نکته رو، به 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 به، دور ناله ی حسرت با رنگ کلید واژه‌ت یه دایره بکش. به به، دور ناله ی حسرت یه دایره بکش. آقا جهنمیان یا همین دوزخیان کدوم جمله رو با ناله ی حسرتشون میگن؟ بیا دور ای کاش یه دایره بکش، دور دریغ یه دایره بکش. یعنی هر جا توی جمله لغت ای کاش رو دیدید، یا هر جا توی جمله لغت دریغ رو دیدید، اون جواب گزینه درست راجب به تستیه که میگه کدوم جمله رو با ناله حسرت میگن. به به، نکتهشو بیا اینجا یادداشت کن. بودو ماشالله، نکتهشو بیا اینجا یادداشت کن. اینجا بنویس: اگر در صورت تست، بنویس اگر در صورت تست لغت ناله حسرت آمد، اگر در صورت تست لغت ناله حسرت آمد، لغت ناله حسرت آمد، جواب حتماً گزینه ای است، جواب حتماً گزینه ای است که در آن لغت ای کاش یا دریغ بیاید، که در آن لغت ای کاش یا دریغ بیاید. تکرار میکنم، هر جا لغت ناله حسرت رو دیدی، گفت جواب درست این تست کدومه، میگردی دنبال ای کاش یا دریغ. حالا اینجا رو، حالا اینجا رو، اینجا رو، اینجا رو، اینجا رو، اینجا رو، شما لغت ناله حسرت رو میبینی. خب بهت میگن جواب درست کدومه، خوشحال میای سراغ گزینه، میبینی اوه دو تا ای کاش داره، چیکار کنم؟ یعنی میای که ای کاش رو پیدا کنی، همه چیزم اوکیه، میخوای ای کاش رو پیدا کنی، ولی دو تا ای کاش داره، یعنی میمونی الان گزینه دو درسته یا سه درسته؟ تو جفتش گفته ای کاش. بیا اینجا، بیا اینجا، به به، جلو اولی بنویس اولویت، به به، جلو اولی بنویس اولویت. یعنی اگر هر ستای اینا اومده بود اولی رو باید انتخاب کنی. ای کاش خدا رو فرمان می بردم. اگر هر ستای اینا اومده بود اولی رو باید انتخاب بکنی. فقط رنگ علت و معلول تو بردار. میگه ای کاش فلان شخص رو به عنوان دوست انتخاب نمی کردم. زیر به عنوان دوست انتخاب نمی کردم یه خط بکش، بالاش بنویس معلول، بالاش یادداشت کن معلول. علتش چیه؟ با رنگ علت و معلول، او ما رو از یاد خدا باز داشت. ما رو از یاد خدا باز داشت، یادداشت کن علت. پس اگر گفت چرا نباید فلان دوست رو، فلان کس رو به عنوان دوست خودمون انتخاب بکنیم، میگی چون ما رو از یاد خدا باز میداره. حالا اینجا رو، اه با، عجب جلسه ای شد، عجب جلسه ای شد، عجب جلسه ای شد. پایین صفحه بیا یه نکته یادداشت کنی. به 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 به، پایین صفحه یه نکته یادداشت کنی. بنویسید دو نفر ما رو از نماز و یاد خدا باز می‌دارند. با رنگ معمولی،
دو نفر ما را از نماز و یاد خدا باز می دارند. یک شیطان، دو دوست ناباب. یک شیطان، دو دوست ناباب. راجع به شیطان هم دقیقا همینو گفته، گفته ما را یاد خدا باز می داره. اینجا هم راجع به دوست ناباب داره اینو میگه. پس راجع به شیطان و راجع به دوست ناباب راجع به جفتشون یه چیزی داره میگه که ما رو از یاد خدا باز میداره. خیلی خوب، پایین سفر نگاه کن، یه گفتگو براتون آوردم، بلدید دیگه. آقا ما رو به دنیا، ما رو از اینجا بیرون ببر. جواب: مگه عمر کافی بهتون ندادیم؟ اولش بهتون گفته بودم. برو صفحه بعد. اجا خالیا غافل نشو. نملیکا جان، اینی که یاد خدا ما رو باز میداره باعث میشه که به دوستی نگیریمش، علت معلول. اینکه جهنمیان بعضی موقعا کیا رو مقصر میدونن مهمه. شیطان، بزرگان، سروران. حالا شیطان در روز قیامت، شیطان در کی میگه؟ در روز قیامت میگه. چی میگه؟ میگه من فقط شما رو دعوت کردم، قبلا تو درس دو داشتیم، خودتون منو پذیرفتید، منو ملامت نکنید، خودتونو ملامت کنید. قبلا تو درس دو داشتیم. یه گفتگو دیگه که اول درس براتون توضیح دادم. میان سراغ فرشته‌ها که تخفیف بگیرن. جواب: مگه پیامبران نیومدن؟ جواب: بله. همش براتون تکراریه. خب بیا اینجا تدبر این قسمت. یه چند تا جا خالی داره که برا مهمه. جهنمیان میگن ما در دنیا نماز نمیخواندیم، از محرومان دستگیری نمیکردیم، همراه بدکاران غرق در معصیت خدا میشدیم و روز رستاخیز رو تکذیب میکردیم. نمیگم خیلی مهمه، ولی میتونن جا خالی بدن. زیر نماز یه خط معمولی، زیر دستگیری یه خط، زیر همراه بدکاران بودن یه خط، زیر تکذیب روز رستاخیز یه خط. پس اینکه جهنمیان به کدوم یکی از گناهاشون اعتراف میکنن شاید مهم باشه، اما نکته دومش، برای کسایی که کارهای زشت انجام میدن و هنگامی که مرگشون فرا برسه میگن الان توبه کردیم، زیر الان توبه کردیم با رنگ علت و معلول یه خط. یادداشت کن علت. الان منظورش کیه؟ منظورش دم مرگه. اگر میگه الان، منظورش دم مرگه، یادت باشه. یعنی آدم دم مرگش توبه کنه حاصل چیه؟ با رنگ علت و معلول زیر عذاب دردناکی خط بکش، بالاش بنویس معلول. یعنی اگر گفت کسایی که فقط در هنگام مرگشون تازه یادشون میفته توبه کنن، حاصل چیه؟ حاصل عذاب دردناکه. جهنمیان پیش از این در دنیا مست و مغرور نعمت بودن، زیر مست و مغرور نعمت یه خط میتونن جا خالی بدن. بر گناهان بزرگ رنگ معمولی، بر گناهان بزرگ اصرار داشتن، گناهان بزرگ هم یه خط. مثلا میتونه اذیت کنه، به جای گناهان بزرگ بگه گناهان کبیر. مثلا حواست باشه گولشو نخوری دیگه. گناهان بزرگ. و اینکه راجب به کیم برام مهمه، راجب به جهنمیانه. حواس باشه راجب به جهنمیانه. خودت بغلش بنویس کافرین، چون بهتون یاد دادم اونایی که در جهنم رستاخیزیان کافرینن، نه ظالمین. هزار مرتبه خدا رو شکر. به 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 به، بقیهش هم که قبلا گفتم. ببین کبیر و آره، کبیر همون در واقع اینی که اینجا گفته رو میخوام فدات شم دیگه، اینی که اینجا گفته رو میخوام. رفقای نازنین چطور یاد گرفتی؟ حرفه‌ای شد دست پنج هفتمون یا نه؟ حال داد یا نه؟ هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر، هزار مرتبه خدا رو شکر. به به، وای از این بچه ها.
همین الان میگم بزنن رو پنل. این چقدر دیگه میره رو پنل عزیزم؟ آره 10 دقیقه دیگه میاد رو پنل، 10 دقیقه دیگه میاد رو پنل. خب جواب آزمونای هفته قبلم به من میدی لطفا؟ آزمون هفته قبل، آزمون هفته قبلشو که به بچه ها گفتم، آزمون هفته قبلو میخوام. آریا یه بار دیگه سوالتو تایپ کن بخونم عزیزم. حسین جان فقط چیزایی که میگم فدات شم دیگه، فقط چیزایی که میگم عزیز دلم، فقط چیزایی که میگم. ببین آری انجام، من دوست ندارم اول جلسه آزمونم گرفته بشه، چون اینطوری تایم کلاسم میره فدات شم، برای همین میذارم آخر جلسه آزمون میگیرم عزیز دلم. اکبر جان شما فقط باید جزوه منو بخونی و چیزایی که میگم، همین فقط عزیز دلم، جزوه منو بخونی و چیزایی که میگم. آزمون رأس ساعت 4:45 بچه ها برگزار میشه. اکبر دومین بار دارم میگم فدات شم، فقط چیزایی که میگم، فقط 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 چیزایی که میگم. آزمون خب آقای واعظی امتحانشون کی میخوام بگیرن؟ آها خب پس اینطوری نباید بشه دیگه ها، یعنی از جلسه بعد آزمونمون باید همون بعد کلاسمون باشه. آره خیلی خوب بچه ها، آزمون امروز ساعت 6 برگزار میشه عزیزای دل من، استثناءن آزمون امروز ساعت، البته ساعت 6 که شما فکر میکنم سر کلاس آقای واعظی هستید، دقیقا بعد از کلاس آقای واعظی آزمون برگزار میشه، بعد کلاس آقای واعظی. آزمونتون هم درس 4 بود، ولی از جلسه بعد دیگه این اتفاق نباید بیفته. آره سارا جان همه بچه تا کی باید آزمون بدی؟ بذار دوباره بپرسم عزیزم، تا کی میتونن آزمون بدن؟ نه نمیخوام، نه نه نه، میتونیم براش محدودیت زمان بذاریم تا آخر شب، از ساعت 6 آزمون میره بالا تا ساعت 12 شب، از ساعت 6 تا 12 شب وقته. آره رخساره جان همین کارو بکنید، از ساعت 6 تا 12 وقته. اونی که روش عکس کعبه سو بگیر عزیز دلم، اونی که روش عکس کعبه سو باید بگیرید. اینم صفحه اول درس، یکی از بچه ها خواسته بود دیگه. باشه بینر، اینا مثل اینکه فیزیک دارن تا فردا، عیبی نداره، تا 24 ساعت وقت میدم برای آزمون دادن، یعنی تا پس فردا ساعت 6. آره بعد جوابا رو میبینم، 24 ساعت وقت میدم، اوکیه باشه عیبی نداره. رفقا عزیز دلمید، آزمونتون مثل که مسئولش نیستش، هفته بعد هر دوتا آزمون رو نقد میکنیم. رفقای نازنین دمتون گرم، مرسی از اینکه یه خورده اگه خسته بودم تحملم کردید، دم همتون گرم، مرسی، جلسه درستی شد. این جلسه رو توی آپارات هم میتونید ببینید، ایشالله که اتفاقای خوب براتون بیفته و اینکه بریم ببینیم چه اتفاقایی میفته برای ادامه روزمون. آزمون جلسه بعدتون درس 5 و 7 رفقای نازنینم، درس 5 و 7. یا علی مواظب خودتون باشید، خیلی دوستتون دارم، مرسی، دمتون گرم، خداحافظ خداحافظ خداحافظ. یا علی همه بچه ها خداحافظی کنم بعد برن ها، همه بچه ها خداحافظی کنن بعد برن، خداحافظ خداحافظ رفقای نازنینم، خداحافظ عزیزای دلم، خداحافظ خداحافظ خداحافظ. مرسی علی جون، قربونت برم رخسار جان، مرسی. یا علی خدا نگهدارتون باشه، بذار دیگه بچه‌ها بعد دیگه، چون بچه ها رفتن دیگه. آره یا علی مواظب خودتون باشید، خداحافظ خداحافظ.